سلام به روی ماهتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوام بهتون 0 تا 100 دوخت این نشیمن صندلی رو آموزش بدم. خب بچه ها، احتیاج داریم به یه دونه مربع 42x42 سانت، بازم بستگی به نشیمن صندلیتون داره اندازش، و دو تا نوار 3.5 در 52 سانت، 52-53 سانت. بعد دو تا نوار ازش میخوایم که برای بندهایی هستش که به صندلیتون وصل میشه. من ابتدا میام نوارها رو درست میکنم، میام بالا و پایین نوار رو 1 سانت تو میدم. خب یعنی قسمت رو، و اینم پشت پارت از پشت به سمت خودم هست، به سمت روی میز هستش. من 1 سانت از بالا و 1 سانت از پایین رو اتوکاری میکنم. الان من براتون سنجاق میزنم که ببینید به چه صورتی هست. خب بعد از وسط تا میکنم، خط اتو میندازم، دو طرف رو وقتی که خط اتو انداختم میارم وسط کار، وسط اون خط ابتدایی، و اینا رو میارم رو هم مثل تقریبا جورایی نوار اوری بمون، و این رو میبرم زیر چرخ و چرخ میکنم این نوار رو. ببینید این 1 سانت هم هست و این هم قسمت هایی هستش که روی هم قرار گرفته. سر تا سر نوار رو دوخت میرم. خب بچه ها، شما میتونید این بندها رو ندید و به عنوان اصلا یه نشیمنی که حالا روی صندلی ماشین جاهای دیگه بتونید ازش استفاده بکنید. من الان بندها رو دوختم و اتو هم بهش زدم. پارچه اصلیمون رو با خودکار حرارتی، این روی پارچه هست، خب از کناره ها 2 سانت میام به سمت داخل از هر طرف برای جای بندها، از کنار این 2 سانت به سمت داخل من این نوارها رو میدوزم، از وسط تا میزنم و قسمت دولای بستش رو با سوزن وصل میکنم به بدنه کارم که قراره که من این رو رودوزی کنم، فیکسش کنم به بدنه کار. بعد اون وقت دیگه تیکه دوم رو میذارم و دو تا دور کار رو میدوزم. ببینید این یکی رو هم میذارم اینجا، با سوزن محکمش میکنم، بعد میبرم زیر چرخ و چرخ میکنم. اول یه بار چرخ میکنم، دو سه دور دوخت رفت و برگشتی، بعد اون وقت بعدن لایه دوم رو میذارم و دوباره چرخ میشه. ببینید من الان چرخ کردم دو طرف کار رو، لایه بعدی کارمو که همین اندازه است، همون 42x42 سانت هستش، و پارچم رو هم من چون ازش کم داشتم تیکه دادم و جوری دادم که مشخص نیست از قسمت داخل، و من میام دور تا دور کار رو با پایه چرخ، یه دونه پایه چرخم میدوزم، یعنی به اندازه 1 پایه چرخ، و به اندازه 10 سانتی بالا رو باز میذارم که میخوام کارم رو برگردونم. با سوزن هم، سوزنهای افقی بهش میزنم و دو تا تیکه پارچه رو به هم دیگه فیکس میکنم. موقعی که به گوشه ها میرسیم سوزن رو داخل بیرون نمیارید از کارتون، فقط پایه رو جا به جا میکنید، پایه رو میدید بالا و جا به جا میکنید به گوشه رسیدیم. ببین به این شکل. در انتها هم میایم، میتونید دوختتون رو سبک کنید، مثلا اگر 1 سانت هست 0.5 سانتش کنید، و گوشه ها رو هم یه برش میدیم که میخوایم برگردونیم، قشنگ تیز بیسته و خوش فرم تر باشه با یه جسم نوک تیز. من از نوک قیچی استفاده میکنم. کار رو به رو برمیگردونم، گوشه ها رو همه رو یه اتوی حسابی بهش میزنم، با نوک قیچی میدمش بیرون، و بعد یه اتو بهش میزنم دور تا دور کارمو. درس ها رو هم با دستم فرم بهش میدم و میارم بیرون از روی کار دیگه. الان من یه اتو حسابی به کارم زدم بچه ها، اون نوار ها هم که مشخص سر جاش هستش. حالا ما باید برای اون دوخت های روی بالش یا همین نشیمنمون تقسیم بندی کنیم. الان برای من 42 بود دیگه، از هر طرف 1 سانت دوخت کردم، 40 سانت میمونه. به 4 تا قسمت 10 سانتی من این رو تقسیم میکنم. وقتی که 4 تا قسمت 10 سانتی تقسیم کردم، تقاطع هر کدوم از این خطها
من یه دونه سوزن میزنم و پشت کار رو هم بازم با خودکار حرارتی مشخص میکنم که سوزنم سر جای خودش دقیقا بیرون بیاد. و از روی این علامت ها من دوخت میزنم روی کارم رو. تمام این قسمت ها رو علامت میزنم با خودکار حرارتی، هم این سمت پارچه رو و هم سمت دیگه کارم رو. همش هم سوزن رو هم عمودی بچه ها داخل پارچه‌تون بکنید که راحت‌تر پیدا کنید سمت دیگر رو، کج نشه توی کارتون. خب من الان از این قسمتی که باز هست الیاف رو داخلش پر میکنم، گوشه ها رو اول پر میکنم به اندازه‌ای که نه خیلی حالا پف بکنه نه خیلی زخامتش کم باشه. بازم بستگی به اندازه و سلیقه خودتون داره. من این رو پرش میکنم آروم آروم و گوشه ها رو قشنگ پر میکنم، هر 4 تا گوشه رو فرم بهش میدم و در انتها از روی این علامت هایی که زدم با سوزن و نخ 4 لا میدوزم. ببینید کارم رو به این صورت رسوندم. اون قسمت باز رو هم میتونید پس دوز کنید، من میبرم زیر چرخ و چرخ میکنمش. خب من وقتی که این رو چرخ کردم، بعد دیگه از روی علامت هایی که دارم به راحتی میتونم اینو بدوزم، هیچ مشکلی دیگه نداره. خب کار من به این مرحله رسید، اون قسمت رو دوختم بردم زیر چرخ، من چرخش کردم و هر طرف 3 تا دوخت میخوره. هر ردیف نخم هم نخ 4 لا هسته، 4 لا نخ کردم. سوزنم هم سوزن ریزی نیست، تقریبا بلنده که داخل بشه. بچه یه قلقی داره این کار، ابتدا یه دوخت از روی پارچه‌تون برید، خب برای اینکه موقع دوختن نخ پاره نشه، معمولا تو فشار ممکنه پاره بشه. از این سمت دیگه هم میارید، یه ذره میکشید، دوباره یه دوخت دیگه میرید، یکی دوتا دوخت، خب یه دوخت کافیه. بعد دوباره میکشید کار رو، فشار میدید و به راحتی تقریبا میتونم بگم خیلی استحکام نختون بالاتر میره با این دوخت اول و آخری که میزنید، یعنی از این سمت و از اون سمت دوختی که زدید. و بعد چند دور سوزنتون رو برگردونید، دقت کنید که از همون علامت ها و جاهایی که مشخص کردین بیرون بیاد، که خب این فاصله ها منظم تر میشه و قشنگ تر میشه کارتون دیگه. خیلی خوشحال میشم دوستای عزیزم که ویدیو رو لایک کنید، نظر قشنگتون رو توی کامنت ها به هم بگید، کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید که اولین نفری باشید که ویدیوها رو میبینید وقتی من ویدیوها رو میذارم. خب بچه ها هر 4 طرف رو من ردیف هاشو کامل میکنم و میدوزم. اینم انتهای کار. امیدوارم از این آموزش خوشتون اومده باشه. تا آموزش بعد، خدا نگهدار.